بشینید بچه. خب کی اول میدونه؟ من. بی خانم که هنوز چیزی نپرسیدن، شما چی رو میدونی؟ چیستان؟ چیستان خاتین من؟ بلبل باغ من است، باغ و گلزار من است، مرغ آتش آتیشه، پر و بالای من است، استخونش نقره، به دلم گفتم طلا، هر کی معنی ای گفت پیر استاد منه. آها فهمیدم، سماور. مادرت فرار کرد به خاطر اینکه تو زیر دست نامادری نیفتی. زیادم سخت نبود. خب اگه مردی جناب علی بپرس، من جواب میدم. اگه نتونستی بگی شما چی میدید؟ جیسن. قبول. قبول یعنی چی؟ وقتی که من درست گفتم شما چی میدید؟ وقتی مرد شدی سیبیلتو بده. نخه، اون وقت شما میپرسی من جواب میدم. با همین قول؟ بله با همین قول، هم جیس هم سیبیل. نامادری تو که همه چی رو گفتی؟ خب حقیقت رو بگو، حال قضیه رو تمامش کن دیگه. یه دارو برات آوردم، با این همه دردات درمون میشه. تو پسر خوبی هستی، باهوش به نظر. چشاش مثل ماره، گردنش مثل فیله، از جلو مثل شیره، سرش مثل اسبه. اون چیه؟ خب چی شد بانو؟ میدونستم که نمیتونی بگی. فهمیدم، ملخ. درسته. حالا شما بپرس. دعای بی نقطه چیست؟ چیست دعای بی نقطه؟ زود. خب یه دقیقه صبر کن. صبر کردم، هممونو معطل کردی. ببین میبینی داره حواس منو پرت میکنه. هیچی بلد نیستی. دعای بی نقطه صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بچه ها لوحاتون آماده کنین، الان معلم تاریختون میاد. بایار چرا اینجا تنها وایسادی؟ بیا داخل. ممنون، باید به کارام برسم. بایار سر کلاس های درس که نمیای، شبا هم که تنهایی میزنی به صحرا. عاشق شدی؟ اگه خاطر خواه شدی خودم میرم برات خواسته بگم. نه بی بخواه، سرم مشغول کار دلم با هیچ کسیست. دل یا با یاره یا با پدر یا به مادر، بی کس که نمیشه. میشه بی بی شده. از فردا همین جا جلوی چشم خودم خدمت میکنی، با علی مردان درس میخونی، میپرسم جواب میدی. روشن شد؟ نمیشه بی بی خان، پدرم کلی کار داره، دست تنهاست. سفر قندهار که نمیری، براش کمک میفرستم، از جناب علی کمتر نباشه.
فردا ساعت 7 همینجا. ساعت که داری. با همین تنظیم باش. بالاخره وارد املاک ما شدن. مطمئن؟ مالک از رو نقشه‌ام دید. چند نفرن؟ فکر کنم 40-50 تا انگلیسی، 100 تا سرباز دولتی. مسلسل دارن. توپ دارن. چند نفر تفنگچی آماده ما داریم؟ 40 نفریم، خیلی کمی. چند نفر سنگفران؟ با سنگ میخواییم بیدیم سراغ توپ و مسلسل؟ پرسیدم چند نفر سنگفران آماده داریم؟ 9 نفر ماهر. آموش بده اونجوری نه. باید مرتب هم بخوری تو مواد ترجیح بشن برام. مرتب میشه زودتر خوش میشه اینجوری. سهراب خان. نتیجه چی شد؟ خانم خود سخته، یه وقت عمل میکنه یه وقت نه. بیغم اینا نم دارن. خوش نمیشن، نمیدونیم چیکارشون کنیم. چرا مشورت نمیگیرید؟ از کی؟ کی هر شب نی میزنه؟ شبون خله؟ که همش با خر حرف میزنه. پس چرا به این روز افتاده؟ انگلیسی ها باروت وارد کردن، بیکار شده. ای خانم، با این حجم باروتی که ما میخواییم بسازیم، او حمله‌ای که داریم، هی کم کم 2 شبانه روز کاره. سهراب خان، وقت نداریم. ما به این باروت فردا شب احتیاج داریم، باید حاضر بشه. یه دقیقه صبر کنیم. بیبی خانم، ما اینا رو خوش کردیم، ولی معلوم نیست عمل میکنه، عمل نمیکنه. خب امتحانش کنید. امتحان؟ پس چی؟ چشم. سراب خان، بیا تو امتحانش کن. من؟ امتحان میکنیم. فقط کجا امتحان کنیم؟ یه جا باشه که خیلی خوب. بدش به من. کار شما نیست. الان خودم امتحانش میکنم. خیلی خوب بود. کار میکنه. چادرها و سنگراشون توی این 4 نقطه است. چند تا نگهبان دارن. نگهبان 20 نگهبان. اسلحه چی دارن؟ اسلحه 5 تیر. دیگه چی دارن؟ مسلسل 4 تا. دیگه پیرن یا جوون؟ نگهبان پیر یا جوون؟ آه 8 جوون. 10 موسه. زمین، خاک، خاک یا سنگ؟ سنگلاخ. ماهران اسبای ما دور سومشون نمد ببندیم. چرا؟ دور باشن؟ افسرهای انگلیسی نشنبن. تو این نقطه، تو این نقطه، اینجا، اینجا انبار مهمات.
چند تا نگهبان؟ 4 تا نگهبان. چهار تا نگهبان شب تا صبح مدام نگهبانی میدن؟ مدام نگهبان؟ این 4 تا؟ مدام چایی میخورن هر روز همش. دو تا افسر انگلیسی توی چادر. دو تا افسر انگلیسی توی چادرن و بیرون نمیان برای هیچ کاری. 4 تا افسر انگلیسی به نگهبانا سرکشی میکنن. یکیشون دوربین داره. دو تا افسر انگلیسی با بقیه درگیرن، با بقیه درگیرن. و یکیشون یه افسر انگلیسی از اردوگاه میره بیرون تنها، پشت سنگ میشینه و گریه میکنه. گریه میکنه. صورت سربازه چه شکلیه؟ صورتش شبیه کیه؟ شبیه سهراب خان. قد سهراب خان؟ قد سهراب خان؟ میتونیم سهراب خانو با نگهبان عوض کنیم. اشکال نداره بیبی، من میرم، ابایی هم ندارم. منو با سرباز انگلیسی جابجا کنید، اما با این چیزایی که مالک تعریف کرد اونا اوضاعشون اما خیلی بهتره. بهتره هشدارشو کنیم که دیگه از منطقه ما دور شن، با ما کار نداشته باشن. جنگ به صلاحمون نیست بیبی. اونا هم صلاحشون بیشتره، هم سوارشون. سهراب خان، اونا بهتر از من و تو میدونن کجا اومدن، کجا هم دارن اردو میزنن. احتیاجی به هشدار هم ندارن. انگلیسی و انگلیسی باز جماعت رو هیچ وقت هوشیار نکنید. تفنگچی ها رو آماده کنید. هرچی باروت و نفت دارین بار قاطرا کنید زود. اگه شکست بخوریم قلعه رو به توپ میبندن. زن و بچه ها رو چیکار کنیم؟ زنها و دخترهای جوون رو آماده کنید مسلح. پیر زنها و پیر مردها و بچه ها رو سوار گاری و درشکه کنید، دورشون کنید از منطقه تا خودمون خبرشون کنیم. سلام بیبی. سلام. خدا قوت. همه آمدن؟ بله بیبی خانم. محمد علی چطوره؟ هوشش زیاده بیبی، اما بازیگوشه. آسیه. سلام بیبی. بله. سلام. گندم، جو، غلات، حبوبات همه رو جیره بندی کن. چشم.
سه وعده خوراک قلعه بشه دو وعده. اونم چشم. خوب گوش کن علی مردم، این مهر حسین قلی خانه. میخوام روی کیسه های باروت بزنی که همه ببینن علمش از کی بوده، کی بهش عمل کرد. بسرم مراقب خودت باش، مراقب مادرت هم باش. شیطونی نکنی ها، حرف گوش کن، منم سعی میکنم که زود برگردم. باشه؟ آفرین بسرم. خوب مواظب خودت باش. باشه. خسرو خان وقت نداری ما، عجله کن. بله آقا. میگم به اسفندیار من آذوقه بیشتر از دو روز نتونستم تهیه کنم. بعد نگی نگفتی نیست که نیست، فدای سرت با همین سر میکنیم. یه خورده امید بده آسیه. امید؟ شماها اون وسایلا رو بیارید دیگه، به جنبی سراب خان. حالا هرچی باروت و نفت داریم بار بزن، یه فشنگم جا نمونه ها. خیالتون راحت آقا، همه انبار رو خالی کردم. محکمش کن. خاطر بابا جان اینجا نباش، برو سوار شو. بگم یه نگاهی به این جماعت بکن، همه ی آتیش ها گور تو بلند میشه. این دسته گلی که تو با هم دادی خبر انگلیس ها را آورده، یادته؟ نمیفهمی؟ برم به بیبی چی بگم؟ ها؟ برم بهش بگم میترسم؟ چی میترسم؟ سهراب خان هراس نداره، مثل موش بودم برم تو کارگاه آهنگری؟ خودمون بزنم به دل پیشه که چه؟ مالک یه انقدر آبرو دارم توی قلعه، اونو حفظش کن. فش کنم؟ مالک که جنگ دارم ها؟ سهراب خان خیانت نمی کنه. نگران نباش مالک، سر شب میرسی. سلام بابا. سلام پسرم. سلام. سلام بیبی. سلام آسی. بیبی علی مردان کجاست؟ همین جاست. سلام بیبی. سلام. 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 من اومدم. سلام پسرم. علی مردان. میگم یه مقصد توفنگ و این چیز اومد نترسی ها. آخه دختر تو از جنگ چی میدونی؟ اون روز که راستن رو به اونو حمله کردن من رفتم بالای برج جنگیدم. Thank you.
تفنگ چه بلنشین را میافتیم. عجله کنین دیر شد. خداحافظ. خداحافظ. علی مردا پسرم پشت اون گذر منتظر بمونید. خوب گوش کن. اگر هر اتفاقی افتاد و من برنگشتم، منو نگاه کن. کل این اهالی رو باید برسونی قلعه بی بی فاطمه. متوجه شدی؟ نگران نباش، به امید خدا برمیگردم. مادر اجازه بدید منم با اتون بیام. یه نفر دیگر با زن و بچه ها بفرستید. کس دیگه ای رو ندارم، اصلا کار کوچیکی نیست. به تو اعتماد دارم، اصرار نکن. برو برو. سواشید سواشید، حرکت میکنی. هی بلند چید، حرکت میکنید. اگه تا فردا خبری نشد شما برگردید. مبادا از سر خشم و تعصب حمله کنید یا در صدد انتقام بر بیاید. اسفندیار خان خوب گوش کنید، بعد از من همه به فرمان اسفندیار خانی.
وایسا. هوی چته؟ برو وایسا ببینم. برو. سلام رامون. سلام. چطوری؟ سلام. چطوری؟ اوی او چی کار میکنی؟ چه خرایته؟ چی میگی؟ مرغ خروس و گوسفند آورده واسه آشپزخونه. دیوونه است. چی کار میکنی؟ ولش کن، زبون نداره. بذار بره. آشنا. دیگه برو گوسفندات بیار. گوسفندات بیار ببین. ول ببینی. اگه من میخورم حالا هر کی میخوره هر روز دیگه شهرشون کنده میشه. برو برو تو درو ببن و الا اینده میاد ها ناموس داری ها نداری برو برو تو در خانه مسلمان این ها لوله نخ سوراخ کرده و نخ دوزیده این نخ مترجم به بریتانیا یا کبیر است. روایت داری قرآن خدا هم گفته هر کس بیابان و ملک بایدی را آباد کند مالک آن است. ایتالیا زحمت کشیده زمین صفر سوراخ کرده هر بار سنگ و خاک جا به جا کرده تا نفت تلخ و نجس بیرون بکشد بلکه شکم هندی و ایرانی بدبخت را سیر کند جانهای شما حق و سم داده به دولت ایران حق و سم داده هر که از این نفر داره حرام خورده و از دین خارج شده و باید مجازات شود. راه دیگه ای نداشتیم که بریم؟ تنها راه همینه. آه مالک مالک بیست
اینجا تقا میخونی؟ برو بیرون، برو بیرون، باشه برو بیرون. همه گردنه ها رو ببندید همین امشب. مالک باید حواسشون رو پرت کنی. شرف الملک رو بگیرید و روونه اصفهانش کنید. شرف الملک شاهزاده است بی خانم. کاش دیدی وای وای بی مریم های